رئیس اجرایی حکومت با وزیران صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر به اردوگاه فنکس یا اردوگاه درمان معتادین می رود. عبدالله عبدالله از مسئولان این درمانگاه می خواهد تا معتادان دیگری را که در جاده ها و زیر پل ها هستند نیز گردآوری کنند و برای درمان و کاریابی به این مرکز بیاورند. عبدالله عبدالله می گوید در حالی که فروشندگان مواد مخدر آزادانه مواد مخدر را در زیر پل ها و پشت دروازه های معتادین مواد مخدر می رسانند، گردآوری معتادین در این مرکز ها و درمان آنان نتیجه نخواهد داد. به وزارت داخله وظیفه خود دادیم که در این قسمت جدی اقدام کنند تا بال توجه زیاد صورت نگرفته. توجه زیاد صورت نگرفته چی که اونا میان با موتورهای خود در اونم جمع میشن در زیر پل و تقسیم میکنن امی مواد مخدره به معتادین و بعد بر بعضی ها تا دم دروازه شانم تا دم خانه شانم برشان میرسن و اگر او جلوگیری نشه بعد این مشکل هم ما نمیتونیم که به صورت اساسی در این راستا توفیق داشته باشیم. در هفته آینده امیدوار هستیم که به تعداد 800 معتاد هموطن دیگه ما را که سزاوار تداوی هستند، سزاوار خدمتگزاری هستند، او را هم جا به جا بسازیم و مورد تداوی قرار بدهیم و زمینهای بعدی را برشان مساعد بسازیم. شماری از معتادان می خواهند تا پس از درمان باید زمینه کار برایشان نیز فراهم شود. درس نظام جمع نظام است. ما مرکز تعلیمی قندار هستم. خودم وانیو فالق هستم. تعلیمات ما در دبی دیدم. اینم اینجا در اینم اتاق 11 برو سربازی که از دست فالق شده به اتاق 11 است. یک کار یک ابتکار دیگه هم باید همی مراجعی که دستندرکاری ساحه هستن در روی دست بگیرن یک صندوق را شما باز کنین برای حمایت از احیای مجدد معتادان. در یکی در ولایت هلمند که کارش 98% از سوی وزارت ما تکمیل شده، انشاءالله تسلیم وزارت محترم صحت عامه به خاطر امن تو یک مرکز آماده شده و یک کمپ دیگه هم کمپ لسکیده در ولایت ننگرهار است. اردوگاه فنکس یکی از پایگاه‌های پیشین نیروهای آمریکایی در کابل است. پایگاه نظامی که اکنون بخشی از آن به دستور رئیس جمهور به مرکز درمان معتادان مبدل شده است. این مرکز 1500 بستر دارد و در حال حاضر 675 معتاد برای درمان به این مرکز انتقال داده شدند.